بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلواتی بر رحمت کنین. الله سلام عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف، صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل در مقدماتی عرض شد که معارف اسلامی و الهی تنوع دارن، ابعادی دارن، همه اونا هم مهمن. در بین این معارف بعضی از اونها شرایط استثنایی دارن. اولا هر جای از اونها بحث نمیشه، کمتر به اونها پرداخته میشه، به صورت ریشه‌ای و مبنایی و علمی خیلی بهش کم پرداخته میشه. از طرفی اینها هیمنه به سایر معارف اسلامی داره که فاطمیه از اونهاست. به عنوان مقدمه فقط اشاره کنم، عرض میکنم، وگرنه خودش یه جلساتی رو لازم داره. به عنوان نمونه موضوع فاطمیه به عنوان یک محتوا، نه روزه فاطمیه که یه سینه زنی پخش کنه تلویزیون که مخاطبی که نمیدونه نفهم موضوع چیه. اونا هم خوبه ها، نه این که اونا خوب نیست. معارف فاطمیه منظورمه. اینها طبعا محدودیت هایی هست، چه بسا اغلایی هم هست، الان در صدد نقدش نیستم. این جایی خیلی در رسانه ملی نداره. در کتاب های پس معلومه چی رو دارم عرض میکنم، منظورم مدداهی نیست. جایی در کتاب های درسی هم نداره. امروز صبح نگاه میکردم که ببینم آخرین تغییرات کتب درسی اتفاقی توش افتاده یا نه. حوالی صفحه 38-9 تا 44 کتاب درسی تاریخ رشته علوم انسانی 11 دبیرستان، ملاحظه فرمایید، شماره صفحه عرض کردم، تو سایت رسمی آموزش پرورش فایل کتاب هم هست. میگه بله، حجت الوداع اونجا پیغمبر به خلافت امیرالمومنین اشاره کردن. نمیگه چه جمله ای فرمود پیغمبر. بعد میگه بعد از رحلت پیغمبر در سقیفه انصار و مهاجر با ابوبکر بیعت کردن. بعدش میگه که بلا فاصله بعد از این ماجرای ارتداد پیش اومد، عده‌ای از سرزمین اسلامی مرتد شدن، خلیفه اول با مرتدین باید میجنگید. این بحث که تموم میشه، دوران خلافت عمر و دوران خلافت عثمان و تمام شد. اصلا حضرت زهرا که انه نبود، شهید نشد، اسمی ازش نیست حتی به عنوان نیم خط در کتاب درس، حتی به عنوان نیم خط. جالبه که اول این کتاب از مرحوم امام یه تصویری گذاشتن، توش نوشتن تاریخ رو یه جوری درس بدید که سرمشق باشه. من خیلی دلم میخواد این عزیزانه هیئت تألیف کتاب بگن این چند خط چه جور سرمشقی ازش میشه برداشت کرد. این چند خط رو یکی بخونه چه حسی بهش القا میکنه، چه جذابیتی داره. از مرحوم امام اول کتاب یه تصویری گذاشتن، فرموده که درستم فرموده، کاش گوش میکردن، که باید تاریخ رو یه جور درس بدید که سرمشق باشه.
قابل الگوبرداری باشه. من میگم ای کاش همون ادعای اول که اون فرمایش درسته متینه رو نگاه کنیم، کدوم یکی از این صفحات میتونه الگو باشه، میتونه سرمشق باشه، حق و از باطل روشن کنه، همجور بگیم بیم. بعد کتاب درسی تاریخ در حوزه رو هم امروز در یه جلسه خوندم متنشو، هستم کل شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها 4 خطه و میگه پس از ماجراهایی بعد از پیغمبر ایشان به رحمت خدا رفت. البته تیتر شهادت هست، تیتر شهادت هست ولی هیچی توش نیست. خب اون طلبه‌ای که از این 4 خط چی میفهمه که بره به بقیه بگه؟ بله داریم کسانی که میرن کار میکنن، تلاش میکنن، درس میخونن خودشون، اما کتاب درسی خبری نیست. اینم نمیخوام عرض کنم که این اشتباه هم برداشت نشه که بگیم الان مثلا فهم جامعه نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به قبل افت کرده، بلکه به عکس رشد کرده، به عکس رشد کرده. ناشکرم نیستیم. اما اینی که ما وظایفمون انجام دادیم یا نه، نه ابدا ما وظایفمون انجام ندادیم. حالا برکت خون شهدا بوده، هر چی بوده، این جلسات فاطمیه تو این 30-40 سال خیلی به نسبت قبلش 10 برابر شده. اما معارف از جهت علمی اگر مبنایی مطرح نشه، به مرور تبدیل به خرافات میشه و با یه تیر با مغز میخوره زمین. یک جوان باید بدونه این موضوع چیه دقیقا، از کجا اومده، اهمیتش چیه، اینا رو باید ریشه‌ای بدونه. اگر ریشه‌ای ندونه، احساسی باشه، صرفا مدعی باشه، با نیم شبهه‌ای با مغز میخوره زمین. تنها جایی که احتمال داره به صورت علمی به مباحث فاطمی پرداخته بشه هیئت. اون جریان کم جمعیت ولی پرقدرت که همه جا نفوذ داره، دنبال حذف معارف امامت هست، در تلاشش میگه که در منبرهای شهرهای مهم حق ندارید از این حرفا بزنید. یک جریان خاص. چرا اینو میگه؟ برای اینکه تنها جایی که این بحث مطرح میشه منبره، جای دیگه نیست. و اون میگه که اصلا حق ندارید در منبر بحث علمی کنید. آدم باورش نمیشه. بعد اینا صاحب مسئولیت هم هستن. طبعا همه اینطور نیستن، ولی متاسفانه یک جریان اینطوریه. اینا هم لطف الهیه، دم خروسه. یعنی یه روزی ممکنه ما اگه قرن 2 بودیم، قرن 3 بودیم، لازم نبود یه نفر بیاد خاطراتی تعریف کنه. اینا روزانه در جامعه جسارت و صدیقه طاهره میدیدن، میفهمیدن یک جنگ تمام عیاره، باید کار کرد. الان گاهی ممکنه بعضی از ما تو کوران زندگی و سختی ها و مشکلات خیال کنیم که این بحث دیگه روشنه دیگه، 2-2 تا 4 تاست. گاهی همچین اشتباهی که صورت میگیره، اونم وقتی یک جریان این کار رو ایجاد میکنه. یک جریان وقتی میخواد انحرافات یک سخنران رو ذکر کنه، میگه مباحث بیفایده مانند بحث از شهادت حضرت زهرا یا افضلیت امیرالمومنین. دقت میکنین؟ روزنامه ها اینا رو منتشر میکنن، سکوهایی از این فضاهای خبر پراکنی اینها رو پشتیبانی میکنن. اینا همه لطف خداست برای اینکه مردم بدونن که در این زمینه باید کار کن. نقطه کانونی این حرفا هم منبره، جای دیگه نیست به صورت رسمی. بله ممکنه در یک مدرسه خاصی یا آقای بیاد این حرفا رو بگه، اما کتاب درسی نیست، رسمی نیست، عمومی نیست. اگرم هست ذکر مداهیه که خوبن اونا، ولی جای اینو نمیگیرن. خب قر زدن بس، بریم سراغ بس. فاطمیه چی بود؟ عرض کردیم محضر مبارک شما که فاطمیه
تحذیر یک حقیقت پیغمبر از یه نقطه‌ای که دین داره آسیب جدی می‌بینه ولی کسی متوجه نیست. دین، اسلام، همه دستاوردهای رسول خدا، همه، یه نفر داره همه چیزو از بین میبره. اون روز اول نمیدید کسی، همونطور که خدا پیغمبرش فرمود تو هم منافقین رو نمیشناسی، من باید اعلام کنم. مردم تشخیص نمیدادن. چه بسا ممکن بود آدم یه وقتی حواسش از یه موضوع اصلی پرت بشه، اگر خدای نکرده بین دوتا همسایه توی ساختمون اختلاف نظره توی جای پارک، حالا داعشی ها دارن به ساختمون حمله میکنن، اینجا جا نداره که راجع به جای پارک مسئله شون رو حل کنن، اول باید این معارضه بیرونی وحشی رو بفرستن بره. مردم بالاخره بعضیشون متاسفانه چون فک و فامیل هاشون به دست مبارک امیرالمومنین کشته شده بودن و میشد زیر بار امیرالمومنین نرفت، زیر بار پیغمبر نرفتن یه خورده سخت بود، یه معونه هایی داشت، اما امیرالمومنین راحت تر بود. همه مردم منافق نبودن که، اما عده‌ای رو منافقین به خط کردن، تحت تأثیر منافقین اینها گول خوردن. اینا فکر میکردن دعوا سر اینه که حالا این آدم با نمره 18 و 75 4 سال 5 سال حاکم باشه یا اون آقا با نمره 16 و 25. نمیدونستن مسئله بین 0 و 100، بین زمین و آسمانه. نمیدونستن که چند سال حکومت بلافاصله بعد از پیغمبر تمام معارف الهیه رو نابود میکنه، دستاوردهای نبوت رو از بین میبره. توجه به عظمتش، حساسیتش نداشتن. از اون طرف این که در روایات ما، اشعار شعرای ما، نوشته محققان ما، نویسندگان ما، هر بلایی که در جامعه اسلامی آمده سر مسلمین رو برگردوندن به سقیفه، میخواستن بگن این همونیه که صدیقه طاهره میفرمود ثمل جلباب الدین. این که از امام صادق علیه السلام رسیده، به چند شکل از امام باقر سلام الله علیه رسیده که فرمود خونی ریخته نشد ولو قطره ای الا اینکه گردن اون بانی قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها است، می‌خواستن بگن اون دین از بین رفت. این دین که از بین رفت، پیغمبر آمده بود مردم را هدایت کنه، پیغمبر آمده بود مردم را رشد بده، پیغمبر آمده بود مردم را به تکامل برسونه، نه که به تکامل نرسیدن که به قهقرا رفتن. بعضی اتفاقات در جامعه اسلامی افتاد که در جاهلیت سابقه نداشت، اینقدر قهقرا رفتن. خب حالا ما هر شب داریم یه گوشه این بحث رو مطرح میکنیم، بحث خیلی گسترده است که این اصل دین از بین رفت یعنی چه چیزهایی شد. حالا امشب یه گوشه دیگه ایشو اشاره میکنه. ببینید اون چیزی که غصب شد چی بود؟ اون چیزی که غصب شد امامت امیرالمومنین نبود، اون چیزی که غصب شد نبوت پیغمبر نبود. اینا اساسا قابل غصب نیست که. امامت امیرالمومنین، نبوت پیغمبر یک امر وجودیه به ایجاد الهی. من بخوام یا نخوام، موافق باشم یا مخالف، وتو کنم نکنم، پیغمبر پیغمبر هست، امیرالمومنینم امام هست. اون چیزی که غصب شد چی بود؟ مهمترین ابزار ایجاد بستر دین در جامعه یعنی حکومت بود. حکومت امیرالمومنین غصب شد دیگه، چیز دیگه که غصب نشد. اما حکومت که غصب شد عملا همه چیز غصب شد. شما بالاخره نگاه کنید، ما اتهام بزرگی داریم میزنیم در فرمایش امام صادق و امام باقر رو
علیه ما صلوات الله، بعضی معصومین دیگه از حضرت رضا سلام الله علیه، علمای ما که هر اتفاقی در عالم افتاد از اون روز ریشه گرفته، سرمنشأ همه انحرافات تاریخه، در زیارت نامه های فراوانی هم به اون اس و اساس اشاره کرده. همین الان داشتن زیارت عاشورا میخوندن، من اسس اساس ذلک میگن. خب اون من اسس اساس ذلک چی کار کرده؟ با چین انحراف رو ایجاد کرده؟ با غصب حکومت. اگر غصب کار دیگه کرده بفرمایید، حکومت رو غصب کرد. حکومت اگر به سمت صلاح بره، 500 سال جامعه رو جلو میندازه. به سمت فساد بره، 500 سال جامعه رو عقب میندازه. اصلاحی ایجاد کنه، تبدیل میشه به شیوه زندگی، تا مدت ها باقی میمونه. انحرافی ایجاد کنه، 1000 سال این انحراف میمونه، به این راحتی نمیشه تکونش داد. حکومت رو غصب کردن. حکومت رو که غصب کردن، عملا زمینه بست دین در جامعه رو بریدن. یعنی اگر اینها به جای اینکه در سقیفه حکومت رو غصب کنن حمله می کردن، شبیه همین کشتار مردم غزه، 2/3 مردم مدینه رو می کشتن بعد عقب می نشستن، این اتفاق نمی افتاد. یه کشتار 20,000 تایی می کردن، این اتفاق نمی افتاد. غصب حکومت بستر همه انحرافات، همه انحرافات. و اگرم رشد کنه، اصلاح بشه، بستر همه اصلاحات. حالا مثال عرض میکنم ببینید. وقتی حکومت غصب شد، اینها اولین اقدامی که کردن این بود که جامعه را به سمت جنگ بردن. من اولی توضیح بدم جامعه به سمت جنگ بره چی میشه، بعد ببینیم اینا چه استفاده ای کرد. یه جایی که جنگ هست، خبر اول جنگه، خبر دوم به چشم مثلا نمیاد، نه اینکه خبری دیگه ای نیست. خبر اول جنگه، خبر دوم نداریم. وقتی جنگ هست، شما موضوعات رو اصلی فرعی میکنی، فرعی ها رو کنار میذاری. وقتی جنگ هست، خیلی از موضوعات رو به خاطر اضطرار وجود جنگ در نظر نمیگیری. دقیقا تئوری خلیفه دوم برای اینکه ما چگونه در سقیفه خلافت تشکیل دادیم اینه که چون ناامنی بود و در معرض جنگ بودیم، الان خدا نکرده یهو درا رو میبندن 500 تا داعشی مسلح پشت درن، خب ما حالا هرچی داریم باید اینجا یه خط بشیم، آماده مقابله باشیم، یکی رو باید اینجا فرمانده کرد. ها، اینجا دیگه اضطراره. ما اولین کسی که ذهن میرسه فعلا باشه تا بعدا ببینیم چی کار میکنیم. بلا لقد کانت والله بیعت و ابی بکر فلتتن. فلته بود یعنی چی؟ یعنی ناگهانی بود. چرا ناگهانی بود؟ شرایط اضطراری بود. تو شرایط اضطراری توجیه میشه کارها. یعنی شرایط حساس خطرناکه، الان اینا اولویت ما نیست فعلا. هم تشخیص میدن، میگن بله دیگه جنگه، جنگ اولویتاش معلومه. شما میگه آقا فلانجا داره یه بدعتی رخ میده، میگه فعلا جنگه، فعلا آقا خلاصه پارازیت نندازید و حواسا رو پرت نکنید، شکست میخوریم. هر کی بخواد اعتراض کنه میگن تو داری به جنگ و تضعیف میکنی، فعلا حرف نزن. جامعه همش در حال اضطرار. اتفاقی هم که بیفته، فعلا آقا جای گله گذاری نیست، بستر کار راحت تر فراهم میشه. از طرفی حواسا دائم به جنگه، کس و کارشون رفتن،
دلنگرون اینان که اینا سالمن، زندن، شهید شدن، اموال رفت جایی منفجر شد، پولی رسید نرسید، ذهنها همش اونجاست. اینا با جریان جنگ با مرتدین قریب به 25 سال جامعه اسلامی رو در جنگ نگه داشتن. همیشه یک مرزی حداقل از اسلام در حال جنگ بود، همیشه. موارد اندکی این جنگ ها دفاعی بود، یعنی ما مثلا دوچار یه حمله شدیم دفاع کنیم، در بقیه موارد حمله بود. خود این کمک میکرد که مردم خیلی حواسشون نباشه که حکومت داره چیکار میکنه، ذهن سمت اونجا. یه روزی عثمان به پسرداییش گفتش که اسمش عبدالله ابن عامره، گفتش که این چقدر زمان قبلی ها انقدر به من گیر نمیدن، خیلی گیر میدن به ما، هی همش انتقاد میکنن، هی ذره‌بین انداختن رو تراکنش های حساب حضرت سلطان خلیفه و اینقدر واریز کرده کجا، اینقدر دریافت کرده از کجا، ذره‌بین انداختن، پروازی ها بکنی ها نایمده. پسرداییش گفتش که بفرستشون جهاد، یشغل و همعنگ، اینا رو بفرست جنگ، حواسشون از تو پرت میشه، حواسشون پرت میشه. یه وجهش این بود، وقتی مردم درگیر جنگن خیلی حواسشون نیست چه اتفاقی میفته. شما بری مهمونی یه توقعی از غذا داری، یه توقعی از پوشش داری، وسط جنگ تو بیابون یه توقع داری. همه چیز چون موقته، همه چیز به خاطر این اضطرار فعلا در نظر گرفته نمیشه، کمتر توجه هست رو حاکم. این یه جهتش. جهت دوم این که مخالفین و وسط کار میشد کشت به اسم همین جنگ. مثلا حکومت غصب شد، اون کسی هم که حاکم شد احدی نگفته که علم فوق‌العاده‌ای داشت، فقاهت برجسته‌ای داشت، از پیغمبر اکرم اذنی بر اجتهاد داشت، حافظ برجسته قرآن بود. نفر اول هیچ کس این حرفا رو اون نزد. حکومت رو که غصب کرد مبانی فقاهت رو تغییر داد، قدرت دستشه. چون اومدن گفتن که آقا یه عده که شما رو قبول ندارن زکات نمیدن، گفت پس مرتدن و با مرتد باید جنگید. قد میفرمایین کسانی که زکات نمیدادن بخشی از اینا مخالفان حکومت بودن، این مخالف سیاسی بودن، میگفتن زکات رو باید به خلیفه پیغمبر داد، ما اینو قبول نداریم که خلیفه است. کاری هم نداشتن، در نبردی نبودن بیچارا، تو دهشون شهرشون داشتن زندگی میکردن، تو این فضا نبودن. اما به اسم تضعیف حکومت و ارتداد گفت اینا زکات نمیدن مرتدن. آقا اینا زکات، آدمی که به یک حکم شرعی پایبند نیست انواعی داره، یه وقتی دوچار شبهه است. مثلا نمیدونه الان ماه رمضان شروع شده، طرف از زندان میاد بیرون، از یه بیابونی میاد بیرون، نمیدونه الان روز اول ماه مبارک رمضانه، روزه نیست، این فاسق هم نیست، این هنوز خبر نداره، بعد بهش میگی عمو ماه رمضانه، توجه فرمودی؟ یا روزه گرفته نمیدونه که اول شواله، بعد میگن داداش عید فطره، نمیدونه. بعضی جهل به حکم دارن، اصلا این که باش نباید جنگید. بعضی جهل به حکم ندارن، شبهه دارن، او فکر میکنه این طرف قبله است پس به این ور نماز میخونه، او فکر میکرد خلیفه این آقا نیست، درستم فکر میکرد، خب ما باید زکات به خلیفه بدیم، پایبند بود به دین، باید به خلیفه داد.
حالا اینجوری هم نبود، یه حالت دیگه اینه که یه نفر خدای نکرده یه حکم شرعی رو بهش التزام نداره، این فسق ارتداد نیست که. هر کس یه گناه میکنه باید اعدامش کرد. مرتد اونیست که اعلام صریح میکنه از دین پیغمبر بیرون اومده. طرف نماز که اینقدر مهمه خدای نکرده نمیخونه، بگی تو مسلمون نیستی، میگه چرا مسلمونم، بگی چرا این کار نمیکنی، دعا کن خدا آدم هم کنه، این مسلمانه هنوز، فسق داره، این که نمیشه اعدام کرد. اصلا آدم نااهل بره یه جای اینجوری قرار بگیره، اینطوری ماستا رو تو قیمه ها میریزه، که البته به نظر بنده رو عمدم ماستا رو تو قیمه ها میریزه. کی ارتداده؟ اینکه یا صریح از دین بیاد بیرون، یا یک مسئله‌ای که جزء ضروریات دینه و شک نیست پیغمبر فرموده، همه میدونن نه متخصصا، بری تو خیابون همه میدونن اینو پیغمبر فرموده، اینو یه جوری رد کنه که انگار پیغمبر دروغگوه، نعوذ بالله، این میشه مرتد. یعنی شرایط خاصی داره این. اینکه حالا یه نفر زکات نداد چون شما رو قبول نداشت که مرتد نیست که بری بگیری بکشیش. وقتی فضای جامعه جنگه، میدونید در جنگ خطا زیاد رخ میده دیگه، طبیعیه، حساسیت زیاده. در جنگ های مختلف فراوانی در طول تاریخ، تو تیراندازی، چه حالا تیراندازی های جدید چه تیراندازی های با کمان قبلی، بخشی از جبهه خودی رو زدن، یه جنگ دیگه، گاهی شیر تو شیر میشه. تو اون شلوغ پلوغی اینا طرفداران امیرالمومنین که زکات نمیدادن به حاکمین که او را حاکم نمیدانستن رو اعدام میکردن به اسم مرتد. این اتفاق که میفته چه چیزی در جامعه رخ میده؟ اگر بخوای نفس بکشی غیر از اون مسیری که ما میگیم، یه عنوان براش درست میکنیم، سر تو زیر آب میکنیم. اینطوری. این از جملات قصار خلیفه دوم هست که گفت لا والله لا یخالفنا احد الا قتلناه. این خلاصه شعارشه، به خدا سوگند ما مخالفمون رو میکشیم، حتی روز سقیفه که دور هم جمع شده بودن، فرمانده قبیله، رئیس قبیله خزرج سعد بن عباده مریض احوال بود، روی دوشکی خوابیده بود. جلسه که تموم شد، نداشتن رد میشدن، ازدحام نزدیک بود پاشون بزن رو شکم این سعد. یکی گفتش که برید اون ور. سعد خب فرمانده قبیله بود، محترم بود، کشتید سعدو. این گفتش که قتله الله، بکشید تورینی. چرا بکشید تورینی؟ چون از نتیجه سقیفه این سعد راضی نبود، اونجا بیعت نکرد. چرا بکشید؟ چون با ما همراه نیست. اینا حکومت غصب کردن، اما در پناه حکومت غصبی قدرت به دست آوردن، تو این قدرت لشکر کشیدن، عده‌ای رو کشتن، نوامیس مردم رو غصب کردن در پناه این قدرت. امیرالمومنین در دوره حکومتش فرمود زنان شوهردار بچه‌داری رو اینها غصب، مسلمان غصب کردن، دادن به یه مرد دیگه از او بچه داره، و اگه من الان بخوام برم این زن رو از اون مرد پس بگیرم برگردونم به شوهرش، اینا یه جوری تغییر دادن ذهن مردمو که انگار من میخوام برم ناموس کسی رو غصب کنم، در حالی که آقا اون ناموس اون نیست اصلا، این خودش غصب بوده، شرایط این نیست. فرمون یه قدری باید جای پامون صفت بشه، یه ساری کارا روشنگری ها بکنیم تا بشه همچین اتفاقی بیفته. توی یک شهر، توی یک شهر همسر یکی رو گرفتن دادن به یکی دیگه بی طلاق. حکومت غصب شد، ولی در پناه این قدرت غصب شده همه اتفاقی افتاد. هر جای دین رو هر جور خواستن تفسیر کردن، و چون قدرت دست اینا بود، تریبون دست اینا بود، اینو جا مینداختن. نمونه به شما بگم، این که خیلی شنیدید سریع ازش رد میشه.
ماه مبارک رمضان بود، اینا دوست حکومت دستگاه خلافت دوست نداشت مردم زیاد دور هم جمع شن. مردم دور هم جمع شن چه خبر چی شده اینا میگن، این چه خبر چی شده مضر بود با حال حکومت، چون بیشتر دوست داشتن کسی راجب اوضاع حرف نزنه. حتی خلیفه دوم اخلاقش اینطوری بود که مثلا چند نفری اگر 4 نفر 5 نفر رو به یه نفر بشینن، حلقه این 4 نفر رو به یه نفر دور از جون شما بلا تشبیه، حالا که بیش از 4 نفره، چند نفر رو به یه نفر می نشستن با شلاق اینا متفرق می کردن که نکنه آموزه هایی منتقل بشه کار سخت بشه. ببینید آقا حکومت غصب شد، ولی حکومت که غصب میشه قدرت داره، قدرت میتونه خیلی کارا بکنه. دید تو مارمزون مردم حالم ندارن که کار کنن، قلیون هم نمیتونن بکشن، میشینن تو مسجد حرف با هم میزنن، اینجوری که نمیشه که. گوه نماز مستحبی که خوب زیاده، ولی خب نمیخونن که، چون این میخونه اون نمیخونه، این نمازش تموم میشه. گوه اینو بیاد به جماعت بخونید، یه قاری خوش صدا میذاریم 100 رکعت میخونه، 80 رکعت میخونه. داخل پرانتز، گاهی ما این شکلی بحران و انحراف نه، ولی گاهی ما انقدر به کمیات میپردازیم که از کیفیت میفتیم. مردم و کاروانا میبرن مسجد کوفه، 1 ساعت 2 ساعت مردم اونجا وقت دارن، یه جا باید بیشینن یه قدری فکر کنن. اینجا امیرالمومنین راه رفته، اینجا امیرالمومنین حکومت کرده، اینجا امیرالمومنین یه دغدغه‌ای داشته. بیایید اینجا امام سجاد اینجوری نماز خونده با این دعا، بودید بودید اینجا امام سجاد اینجوری نماز خونده، بودو بودو حضرت آدم این کار کرده، بودو بودو. آقا امام صادق هم که اومده اینجا خودش نماز می‌خونه دیگه، همه این کارو کرده فه نمی‌کرده، اون مال یکیه که هر روز میتونه بیاد، حال داره. طرف میگه ای بابا نیم ساعت وقت داریم 3 تا دیگه مقام مونده. این اصلا وقتی کار تموم میشه جنازه‌ش رو میذارن تو اتوبوس، اصلا نمیدونه اونجا چه خبر بود. مگه میشه ما 3 وعده غذای هر روز در یه ماه میشه 90 وعده رو تو یه بار بخوریم؟ نمیشه آقا، 90 تا رو تو 30 روز روزی 3 وعده میخورن، پر کن پر کن که نیست که، چیزی اصلا متوجه نمیشه. اون کلا قرمزی ها قبلا بودن که فارسی هم زوری حرف میزدن، همین فقط بودو میگفت سجده صورت چف، چون په نمیتونست بگه، صورت چف صورت رو به زمین اینو بگو، اون املا میکرد اینا میگفتن. حالا سجده صورت راز اینا خوبه، منطب آخه یه دولکت شما با توجه به خومنجی کجا جای امیرالمومنین اینجا، خور کن پر کنی حواسا رو پرت میکنه فقط. بعدم جنازه ها میفته تو اتوبوس، چرت میزنن دیگه. آقا اینا 80 رکعت 100 رکعت 60 رکعت نماز میخوندن، حال میرفتن تا فرداشم. عرض کردم که انحراف، خب نماز مستحبی رو نمیشه به جماعت خوند. اسلام شریعت داره، حساب کتاب داره. پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، یه افراط و تفریطش این شکلی شد. افراطش این که نماز مستحبی رو به جماعت خوندن. آقا این آقای خلیفه وقتی یه روز اومد وایستاد دید مردم همه تو صفن و بخون تون تون، گفت نعمت البدعت و هذهی، عجب بدعت خوبی، نوآوری خوبی کردی. خودش مرد، نفر بعدی هم اومد مرد، امیرالمومنین که حکومت رسید. عرض کردم حکومت اگر با دستگاه حکومت و رسانش کاری و انحرافی و ایجاد کنه دیگه نمیتونی ور داری. وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه به حکومت رسید 14-15 سال بعد از مرگ او بود، ولی چون او یه آدم نبود این کارو کرده باشه، یک حکومت با ابلاغ بود.
قاری تعیین کردن، حق الزحمه، مکان مشخص شد، مؤذن معلوم شد، جا معلوم شد، آداب براش مشخص شد، ساعت تعیین شد، حق تبدیل شد به شیوه زندگی مردم. وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه پیغام دادن که یا امیرالمومنین یه قاری بی زحمت یه خوبش باشه، مصری مثلا باشه، یه قاری خوب بفرستید، ما میخوایم عبادت کنیم و رمضان، حضرت به امام حسن سلام الله علیه فرمود برو به اینا بگو که نماز تراویح بدعت است. اینا بر نتافتن. اینایی که بر نتافتن بهشون حرجی نیست، چون فهمی میکردن حاکم جدید اومده، وای وای خدا به دور جلو نماز ما رو میخواد بگیره. اینا خیال کرده بودن این نماز جزء آداب محرمزونه. عجب، پناه بر خدا، چه دامادی داشته امیر پیغمبر که جلو نماز رو میخواد بگیره. اینا خیال میکردن دین این نبود که این دین با قدرت حکومتی او دین درست کرده بود. اینی که از زهرا روز اول فمستمل جلباب و دین، یعنی شما این قصب حکومت یه کاری کردید و خواهید کرد که اونی که دینه تبدیلش میکنید به بیدینی و اون چیزی که بدعت حرام تبدیلش میکنید به دین. و چون حکومت اینو پمپاش میکنه، قدرت داره، پول داره، بیت المال داره، رسانه داره، حمایت داره، بقیه مردم فهم میکنه خود دینه و ازش صف حمایت میکنن، گویی که نعوذ بالله امروز یه جریان میخواد جلو عزاداری امام حسین وایسه، دینداران نمیذارن. حالا این مثال در جاییست که این حق، حالا فرض کنید یه عده اشتباهی یه چیز باطلی رو مثل این حق بپندارن، صفر میگیرنش دیگه، یا نمیتونی، خود طرف مرده رفته ولی نمیذارن. بودن نه ما نمیگذاریم، ما نمیذاریم. اگر هم گفتن وا سنت عمره، منظورشون این نبود که اینو این درست کرده. نشنیدید مثلا فرض بفرمایید میگن راهپیمایی اربعین رو این مروج این شکلیش مرحوم حاجی نوری مثلا استاد مرحوم شیخ عباس قومی بوده، نمیگن که بدعت کرده حاجی نوری، یعنی بدعت کرده که به درد نمیخورد. تو دین بوده پیاده روی به سمت کربلا، یه آقایی اینو ورداشته دمش داده، را انداخته، درست شو سنت حسنه را انداخته. مثل اون آقایی که مثلا این همه صدها روایت در عظمت صلوات داری، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج، خوش به حال اون کسی که معلوم نیست کی بود، اون کسی که گفت هر مجری خبری میخواد شروع کنه بگه با صلوات بر محمد و آل محمد. فرق این با اون قبلیه چیه؟ این صلوات بود در دین، یه نفر به ذهنش رسید میشه اول هر بخش خبری اینو گفت، خیلی هم راحت جا میفته، مبانی هم داره، خیلی چیز خوبی هم هست، همش خیر و برکته. اون یه بدعتی را انداخت، مردم رو فشار حکومت خیال کردن اینم یه چیزی بوده، از زمان پیغمبر بوده، این آقا مثل این آقایون نوآور نوآوری کرده، اینو چیکار کرد؟ جا انداخته. صف چسبیده بودن. اگه میگفتن وا سنت عمرا، منظورشون این بود که این میراث اینه که سنت پیغمبر را علم کرد. تو ذهن این مردم این بود، نمیذاشتن وقت انقدر فشار آوردن امیرالمومنین صلوات الله علیه به امام حسن فرمود برو بگو این بدعته، من کسی رو معرفی نمی کنم، ولی حالا اگه میخواد بخونید خودتونی که وایتونی جلو بخونه. حکومت میتونه بدعتی را تبدیل به سنتی بکنه که دیندارانی صفر ازش حمایت کنه. صفت. حالا جالبه این نماز مستحبی من درآوردی تبدیل به جماعت شده اش، فکر میکنیم خیلی حکومت طرف داره نماز اصلی و دوچار تغییر کردن. سمل جلباب الدین یعنی این نماز رو به اون شکلی که پیغمبر میخون، با اذکاری که پیغمبر میخون، در زمانهایی که پیغمبر میخون نمیخوندن، نماز رو خراب کرد. اون مستحبیه رو تبدیلش کردن به یه جماعتی که این جزء سنته.
آقا نه بعد اینو درست میکردی، نه بعد اونم دست میزدی، این کارو کردن. هر روز یه جای نماز رو انگولک کردن، در اذکارش، در زمانش، در بعضی از حرکاتش تغییر ایجاد کرد، به گونه ای که شاید بنده صد بار اینو گفتم، اعتراف عجیبیه، در صحیح بخاری هست، مسند احمد هست، از ابو موسی اشعری هست، از عمران ابن حسین هست. وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید و نماز جماعت خوند، یه عده از کسانی که زمان پیغمبر مسلمون شدن گفتن نماز پیغمبر راست میگه، این شکلی بود. حالا من عبارت رو عرض بکنم که شما بتونید جستجو کنید ببینید. ذکرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها خلف رسول الله. عجب، این مرد یه جمله داره، ذکرنا علی ابن ابی طالب، این علی ابن ابی طالب ما رو یادمون انداخت به نمازی که زمان پیغمبر میخوندیم. ابو موسی اشعری اینو بهش اضافه کرد که اما نسیناها او ترکناها عمدن، یادمون رفته بود یا عمدن رها کرده بود. نه اون نماز جماعت رو باید به نماز مستعبیر به جماعت بدون، نه این نماز رو دست میزدی. این کی اتفاق افتاده؟ اصحابی که گریه میکردن میگفتن نماز از بین رفت، کی اتفاق افتاده؟ اینا مال دوره قبل از حکومت امیرالمومنین، یعنی در اون 25 سال اینقدر با نماز بازی شد که مردم اگر یه نفر میومد مثل پیغمبر نماز میخوند، یادش بخیر، نماز خوندن سنتی، مثلا الان مثلا عزاداری سنتی میگن، میگن آه یادش قدیما بخیر، این نماز خوندن سنتی. یه نفر اومد پیش ابن عباس گفت یه احمقی رو دیده بودم امروز تو مسجد مثل خلا نماز میخوند، شروع کرد مسخره کردن. گفت چی کار میکرد؟ گفت این وایستاده بود میخواست بره رکوع، میگفت الله اکبر، میرفت رکوع، میخواست بلند شه، میگفت الله اکبر، وای میستاد، میخواست بره سجده، میگفت الله اکبر. یعنی چی؟ ابن عباس بهش گفت احمق توی، این سنت پیغمبره، این نماز پیغمبره که تو اینو ناحق پنداشتی. حکومت اگر قصب بشه در احکام قضایی تغییر ایجاد میکنه، یا آدمی زکات نمیده حکم اعدام براش صادر میکنه، در احکام عبادی تغییر ایجاد میکنه، نماز رو عوض میکنه، زمانش رو عوض میکنه، و چون قدرت داره بگیر ببند میکنه، شما حق نداری غیر اون عمل کنی، بخوای غیر اون عمل کنی باید یواشکی عمل کنی، قدرت داره دیگه، اعمال قدرت میکنه. یاران برجسته امیرالمومنین که میخواستن نماز شبیه پیغمبر بخونن، یه بار تو مسجد با اینا نماز میخوندن، بعد میرفتن خونه شون دوره نماز میخوندن. این برای اینکه یه نفر خودش فردی درست نماز بخونه میشه، اما به مرور نسل که عوض بشه دیگه مردم اون نماز رو بلد نیستن. حکومت قصب شده، عبادت تغییر کرد، تا همین امروز هم هست. امروز بین مسلمین یکی از رایج‌ترین اختلافات فقهی اینه که نماز پیغمبر چه شکلی بود. من چند نمایشگاه بین المللی، شاید 10 نمایشگاه بین المللی در این چند سال اخیر شرکت کردم، نمایشگاهی نبود که کتاب چاپ جدید در این، یعنی مسئله روزه، خب نماز پیغمبر چی بوده واقعا؟ هی این یه چیزی میگه، اون یکی میگه اینجوری نبود اونجوری بود. چرا اختلاف دارن؟ چون در اون روز اول نماز پیغمبر دستکاری شده. حالا محل اختلافه، حکومت قصب شد، عبادت تغییر کرد، حکومت قصب شد، احوال شخصی مثل میراث تغییر کرد. اگه من مردم بچه دارم عمو دارم، عموی من مقدمه یا بچه های من؟ یه مسئله هر روزیه دیگه، بالاخره هر آدم میمیره ارث داره. تغییر احوال شخصیه در فقه تغییر کرد چون حکومت، عبادت تغییر کرد چون حکومت، حکم قضایی تغییر کرد چون حکومت.
راجب چی بحث بشه، راجب چی بحث نشه، چه مطالبی تو جامعه مطرح بشه، چه مطالبی نشه. حکومت یه روز اومد گفتش که پیغمبر روزه میگرفت در ماه رجب، الان مصلحت نیست، الان ماه جنگ روزه میگیرید، حال ندارید بهت بجنگید. بفهمم کسی ماه رجب روزه میگیره شلاق میزنم، حق ندارید. حکومت قصد میشه تو عبادات دخالت میشه. دو رکعت نمازی که بعد از نماز عصر پیغمبر میخون مستحبی، برید دنبال کار زندگیتون، مشکل اقتصادی داره مملکت، هر کی بخواد دو رکعت نماز بعد از عصر بخونه شلاق میزنه. 33 تا این شکلی حداقل الان پشت سر هم بگم هست. یعنی چی؟ این دین شد بازیچه دست اون کسی که از روی قرآن نمیتونست بخونه. دین شد زمین بازی کسی که مبانی دین را بلد نبود، که بلد هم اگر بود این عزیزان که مجتهدن 70 سال کار میکنن دستشون به امام زمان نمیرسه. اگه دستشون برسه به جایی که اینقدر بشینن تو سر خودشون بزنن بار بقیه رو به دوش بکشن، خیلی کار سختیه. تا کسی یه خورده درس اونا رو نخونه متوجه نمیشه چه جهادی میکنن این مجتهدین. آقا دستش به امام زمان میرسه، خب یه سوال میکرد به جایی که قاعده بسازه میرم دول. نیست الان مجبوره، الان نیست. فرض کنید شما در یه شرایطی که رادیولوژی و سی تی اسکن و امارای نیست، پزشک چجوری تشخیص بده الان میخواد عمل کنه یا نه؟ باید با روش‌های دیگری جور اینو بکشه دیگه. یه امارای میکنه نگاه میکنه یا قدس یا نیست، یه کاری بکنیم. اما الان نیست که انجام بده. بعد چیکار کنه؟ هی آزمون رو خطا کنه. احتمال خطاش هم زیاده. اون اگر بود خیلی راحت میشد. آیا دستشون به امام زمان برسه، اینقدر نمیخواد خودشون رو به دردسر بندازن؟ نیست، مجبورن. اون زمان دسترس بود دیگه به امیرالمومنین، دسترس بود، ولی قرار بود هر روز بیان بگن امیرالمومنین چی میگه که جامعه میفهمید کی امامه. منو اینجا دعوت کنن 3 دقیقه بار بگم صبر کن گوشو بگیرم دستم، آقا تا اینجا گفتم بعدش باز چی بگم؟ شما بی پایین بابا. خیلی روشنه این. پس برای اینکه این اتفاق نیفته، اتفاقا بعد امیرالمومنین رو از جامعه حذف میکردن، به چشم نیاد. یه رقابت ناخواسته داره. الان تو این محل میای نگاه میکنی اینجا این جوونه که بی سواد میخواد حرف بزنه، کوچه بغل امام زمان، اصلا کسی لحظه درنگ نمیکنه کجا باید بره که. درست؟ اگه قرار بود اجازه بدن که امیرالمومنین تو جامعه مطرح باشه، که کسی اینجا نمیاد سوال کنه که، مگر مجانین دیوانگان، کسی نمیومد. لذا نباید معلوم بشه امیرالمومنین کیه، علمش نباید مطرح بشه، نباید محور بشه، نباید در تیر رس قرار بگیره، نباید در افق نگاه ها باشه. از این طرف این میخواد تشخیص بده. این اگر منافق نبود نمیتونه تشخیص بده. چیو تشخیص بده؟ سوال بپرسن بلد نیست جواب بده. خب یه آدمی توی یه زمینه تخصصی خودشو در معرض سوال بقیه قرار بده، چجوری میخواد جواب بده؟ تغییرات هم ایجاد شد. یه جمله ای امیرالمومنین رو بگم بحث رو اینجا نگر دارم باقیش فردا شه. وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، نامه نوشت به یه 2 سال بعد نامه نوشت به مالک اشتر، تو داری میری مصر این کار رو انجام بده. بعد امیرالمومنین فرمود، صدیقه طاهره فرمود، سمل جلباب الدین. من این شباهای دنبال اینم بگم بابا دعوای مذهبی نیست این بحث. مثلا ما این وسط گیر کردیم تیممون تضعیف شده، آبی و قرمز و صورتی و بنفشه، ما هم رنگ مثلا شیعه رو صفت بچسبیم، این اسلامه. فرمود دین نابود شد. امیرالمومنین نامه نوشت به مالک اشتر، حالا که داری میری مصر
یا مالک ان هذا الدین قد کان اسیرا، اسیر شده بود. یا آدمو اسیر میکنن چی میشه؟ سلب اختیار میشه دیگه. اینجا برو، اینجا نرو، تو هوای آزاد نباش، تو اینجا باش. ساعت هوا خوری دینه، غذایی که باید بخوری اینه، میزان غذایی که باید بخوری اینه. با قاشق بخور یا با دست، اون تعیین میکنه که چی بیاره. کی حق داری سرویس بهداشتی گلاب بروتون بری؟ چه میزان؟ چند دقیقه؟ چند بار در روز؟ اسیره دیگه، دست خودش نیست، کس دیگری داره عملا جای اختیار او رو گرفته. الان حق ملاقات داری، الان نداری. یا مالک ان هذا الدین قد کان اسیرا، دین اسیر شده بود. یعنی چی دین اسیر شده بود؟ یعنی هر کاری میخواستن با دین میکردن. عبارت حضرت تنده، ان هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار، دین دست اشرار، دین نه مذهب، دین دست اشرار اسیر شده بود. هر کی هر کاری دلش میخواست میکرد. یعمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا، اینا برای اینکه به دنیای خودشون برسن، دنبال هوای خودشون برن، دین رو اسیر کردن. عملا یعنی یه چیزایی رو گفتن دینه که دین نبود، یه چیزایی که خود دین بود و گفتن دین نیست، بیدینیه. دین آسیب خورد. اگر یه فرع آسیب میخورد انقدر حساس نبود. مثال بزنم، صدام خدا لعنتش کنه وقتی اومد جلوی عزاداری و مثلا بعضی از زیارتهای دست جمعی و پیاده روی به سمت کربلا اینا رو گرفت، این انقدر حساس نیست. بده، اون انقدر حساس نیست. چرا؟ چون مردم منتظرن تا این کوفتکاری بمیره برگردن. و یادتونه اون لحظه ای که اون رو گرفتنش، اون سال اول ترکید ازن اربعین، چون اینا سالها منتظر بودن که برن مانع بیرونی، مثل آدمی که دستاشو بستن، این فلج نیست، دست و پاشو بستن و انداختنش زندان، آزادش کنن را میره. اون خطرناکه که یه کاری کنی با سیستم عصبی یه نفر که دیگه اگه آزادش هم کردی نتونه را بره، این خطرناکه. یعنی نگرش و بینششو دستکاری کنی. دیدی بعضی وقتا پرنده هایی رو که اینا رو تو قفس تربیت میکنن، در و وا میکنن، این دیگه بمیپره، دیگه اصلا با اسم با مسما جور نیست، از ذاتش افتاده، این دیگه پرنده نیست، خزنده شد. میتونه بپره اگر بالش رو تکون بده. حکایت اونی بود بهش گفت بی حرکت، گفت کو حرکت، این دیگه حال نداره، بینشش بهش اجازه نمیده بالاشو تکون بده، بال تکون بده میپره. اینی که سیستم عصبیش بهش فرمان بده که حضرات بال رو تکون بده دیگه نیست. خطر تغییر دین اینجاست. وگرنه یه آدمی رو دست و پاشو ببندن، گرست نشه، دلش بعضی غذاها رو میخواد، نمید مانع ایجاد کردن که بخوره، پشت قفس داره اونو نگاه میکنه، دلش آب میشه، دستش برسه میخوره. اما بینش یه نفر رو عوض کنن، اون غذا رو سم ببینه، یار شما بذار جلوش، دستاش هم باز کن، دیگه نمیخوره. درست و غلطش رو تغییر میدن، یعنی دستگاه محاسباتیش رو عوض میکنن. دین رو تغییر میدن یعنی چی؟ فرمود که و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها تا فالهمها فجورها و تقواها. این فجور و تقوا، درست و غلط، شایست و بایست و ناشایست و فهمید. آدمی که شایست و ناشایست و بفهمه میفهمه چی کار کنه. حالا شما اینو برای یکی از بچگی، یه بچه رو داری بزرگ میکنی، از بچگی یه کار زشتی رو جز کارهای خوب جا بزنی، اینو چون کار خوبیه این انجام میده، دستگاه محاسباتیش دستکاری کنی و یه کار خوبی رو بد جلوه بدی،
بعضی از چیزها که حرام نیست ولی از جهت اجتماع بده، نگاه کنی چه جوری باش برخورد میشه، اونم مثل همون میشه. همه دستاوردهای پیغمبر به هم میریزه، همه دستاوردها عملا دین دارن به یه دین دیگری، عملا دین دارن به دین دیگه و ابا هم ندارن به زبون بیارن. به امیرالمومنین میگن اگر تو میخوای حاکم بشی، ما اصلا از خودمون تو حاکم بشی، چون اگر امیرالمومنین همچین تیکی تاییدی میداد به این حرف، دیگه باید سر قبر اسلام گریه میکردیم همه که علا کتاب الله و سنت نبیه و سیره شیخین عمل میکنی. اون اگر امیرالمومنین عمل میکرد حتما خلیفش میکردن، چون تمام بود دیگه، امیرالمومنین تایید داده بود، بهش اصالت بخشیده بود، اعتبار بخشیده بود، تمام بود. این یعنی این که یه مسلمانی بگه من دینم را از قرآن و کیهان بچه ها میگیرم. سیره شیخین با هر چیز دیگری عملا فرقی نمیکنه. حتی حرفهای خوب، اون چیزی که مبانی دینه، دو چیزه، ثقلینه. شما هر حرف خوب یا بد یا چیز دیگری فرق کنارش قرار بدی، این یک دین جدید درست میکنه، یک انحراف جدید، هر چی میخوای اسمشو بذار. این دیگه اون اسلامه نیست، به زبونم آوردن سری. حالا باقیش انشالله فرداشه. حالا همینجا خودمون نگاه کنیم، اگر من تو زندگی اجتماعی معاصر دین داریم از غیر این دو منبع، منبع سومی داره، منم عملا تو مسیر غلط اونها دارم حرکت میکنم. همین در روزگار خودمون، منم دین داریم غیر از دو منبعی که پیغمبر فرموده، باید نگاه کنم از کجا دین میگیرم، من از کجا میارم مبانی فکریم و معتقداتم و از کجا میارم. اینجوری نیست که اونا بدی میکردن، برا ما مجوز داره، اونا نبودن این کارو میکردن. امروز یکی از چیزهایی که ما شیعیان در خطر جدی هستیم اینه که رجوع به عالم ربانی مجتهد کمرنگ شده. این آقا مسیر سقیفه است، اونا هم برای خودشون تشخیص میدادن، ما حرفی نداریم صاحب تشخیص تشخیص بده، حرفی نیست. شهری و دهاتی، ترک و لور و عرب و عجم نداره، هر کسی که تحصیلات داشته باشه متخصص، همونجور که تو پزشکی نمیگیم این چون آذریه، اون چون لوره، اون چون عربه، اون چون اصفهانیه، ما تستمونو تنمونو به تیغش نمیدیم، متخصص شناخته شده است. چرا نیست؟ نیست. اینی که امروز در جامعه ما مراجعه به عالم ربانی مجتهد دینشناس، استعلام کردن از او کمرنگ شده، ما رو در سقیفه قرار داده. همون مسیر دیگه خطرناکه، تو مسیر خوددرمانی هستیم. تشخیص خودم، تشخیص خودم فقط مال اون کسیه که صاحب تشخیصه، وگرنه اگه منو ببرن توی مثلا کابین خلبان، به تشخیص خودم دکمه ای رو نمیتونم بزنم اونجا. ببرنم تو اتاق عمل، به تشخیص خودم چاقو تو یه جای بیمار فرو نمی کنم که. باید صاحب تشخیص باشه. صاحب تشخیص میتونه تشخیص بده، غیر اونه. و صاحب تشخیص حرف خودشو نمیزنه که، به مبانیش عمل میکنه. کمان که اون پزشکم خودش از خودش نمیگه که، به اون درسی که خونده عمل میکنه. باقیش انشالله فرداشه. انقدر روشن بود شخصیت صدیقه طاهره سلام الله علیها، معرفی شده بود، واضح بود. از طرف اینها هم میدونستن چه کردن. دوز رو اگر شما بری سراغش بگی اینو چرا برداشتی، میگه مال خودمه. حالا شما توضیح بده آقا تو دوربین هست، تو برداشتی، میگه مال خودمه، بابام برام خریده، بابام بهم عیدی داد.
یعنی آدمی که قاصبه خودش که میدونه قاصبه، هر توجیهی بکنه حرف بی خوده، برای فراره، روشنه، بهانه میاره. بل الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره، باید چیزی بپرونه، میدونه. در خطبه فدکیه فرمود که ایها الناس واعلموا انی فاطمه، هر کی تو این شهر بوده میدونه پیغمبر این دین با من چجوری رفتار میکرد، و شما امروز منو تکذیب میکنید، میگی دروغ داری میگی، شاهداتم قبول نمیکنیم. اصلا شاهد خواستن از صدیق طاهر اهانت بود. شما وقتی نبوت پیغمبر رو قبول کردی بفرمایید این آیه بعدیه، دیگه کسی ازش آدرس نمیخواد که. فرمود وعلمو انی فاطمه، بعد مادری کرد برای امت. خیلی وقتا یکی آدم نگاه میکنه میبینه یه نفر رو برایش زیادی دلسوزی کنی، میگه ولش کن آقا، بذار سرش به سنگ بخوره. یه شخصیت اخلاقی عجیبی هم داشت، کسی که همه عالم گدای او هستن مناعت طب داره. امیرالمومنین فرمود در طول زندگیمون به من رو نمیزد، حتی گاهی نکته ای داشتیم به پیغمبر نمیرفت چیزی بگه. یه وقتی من دیدم دستش آبله بسته، کار زیاد داره، عبادت سنگین میکرد، عبادتش هم برای خودش بودن، برای امت. اینا عباداتشون فقط برای خودشون نبود که، فرزندانی رو داره تربیت میکنه که اینا امام میخوان بشن، خودش هم شبانه روز کار میکنه، حجت خدا بر مردمه. گفتم بیا بریم از پیغمبر بخوایم که خادمی به شما بده، قدری کمکت کنه، این همه ساعت عبادت. شما تا حالا طول عمرتون چقدر عابد اصلا دیدیم یا ندیدیم نمیدونم، عابدی دیدید که از شدت رکوع و سجود رو پاش نتونه وایسه؟ یه بانو 18 ساله بوده، انقدر به سجده و رکوع ایستاد حتی تورمت قدماها، اینا بار امت رو به دوش کشیده بود، نمیرفت به پیغمبر چیزی بگه. امیرالمومنین خواست ازش، خواست امر امیرالمومنین زیر پا نذاره، رفت محضر پیغمبر. در یه نقل یادم امیرالمومنین فرمود خواست بره به پیغمبر بگه بابا جان یه کمکی ما میخوایم، عبا رو سرش کشید از خجالت، مناعت تب داشت. این بانویی که مناعت تب داشت این شکلی، شبها به امیرالمومنین مثل این ایام قبلتر میفرمود که نمیشدم از قبل معلوم کنه کجا میخواد بره. آدم خبر میده آقای فلانی سلام، یه 10 دقیقه امشب کارتون دارم، از قبل میدونه آدم مزاحمم بشه یه جوره. اینکه الان پشیم ساعت 11 شب بریم تو این کوچه های اطراف در بزنیم، نمیشدم تو خیابون وایسه، چون حکومت گزمه داشت، محتسب داشت، پلیس داشت، نمیذاشتن ازت ارتباط بگیره. بعد وارد خونه میشد سرزده، چون نمیشد از قبل اعلام کنه. اون کسی که مناعت طبعش با عالم قابل قیاس نیست، این شبها میرفت در خانه انصار و مهاجر در میزد، بعد وارد خونه میشد تا با اینا صحبت کنه، جواب منفی هم میشنید. وقتی بر میگشت، ببینید چقدر برای امیرالمومنین سخت بود. یه طعنه یه وقتی معاویه ملعون به امیرالمومنین زده، جگر منو پاره کرد، نمیتونم بگم. میفرماد با هم داشتیم میومدیم خونه، انگار روم نمیشد دیگه به صورتش نگاه کنم. نزدیک خونه میشدیم میفرمود که علی جان فردا شبم میریم. سه شبان روز یا تو بعضی نقلا تا 40 شب یک یک. خدا آقای سازگار رو حفظ کنه، این بیت حافظ رو خیلی خوب اینجا تضمین کرده، میگه شخصیت او جوری بود که شأنش عجل از این بود که با فرشتگان نشست و برخاست کنه. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان،
قال و مقال عالمی میخرم از برای تو. طوری نیست حالا، فردا شبم میریم. حالا من یه دوتا جمله اشاره کنم و وقت عزیزمون نگیرم، امشب زیاده روی کردم، ببخشید، حلالم کنید. در یه خانه ای که مادر جوان هست و طفل خردسال، مادر نزدیک به لحظات آخرش بشه، بچه ها رو از خانه میبرن بیرون، ولی مال جاییه که قرار نیست مخفیانه کاری صورت بگیره. هر اتفاقی افتاد جلو چشم بچه ها رخ داد. این روزای پایانی بچه ها می دیدن بابا در حیات خونه داره تابوت می سازه. تو خانه که بیمار هست همه میگن خدا انشالله شفا بده، اما بچه ها می دیدن امیرالمومنین داره تابوت می سازه. هنوز فاطمه زنده بود. خبر آمد که حضرت از دنیا رفته. قاعدش جای دیگه اینه که بچه ها رو جای دیگه ببرن، ولی اینجا امکانش نبود. مردم جمع شدن گفتن که تأخیر افتاده، خیال کردن یعنی فردا صبح. خانه هاشون رفتن مردم، کسی وای نستاد. ابوذر و سلمان و مقداد و اینا، خدا روزی کنه ما بفهمیم که یه اتفاقی بیفته امام زمان رو ما هم حساب میکنه یا نه. اینا تو خونه بودن، دیدن صدای در میاد، در رو باز کردن، امام حسن و امام حسین. فرمودن مادرمون اجازه داده شما هم نماز بخونید. برگشتن آمدن. یه جمله دیگه عرض میکنم، انقدر دلشون برای امیرالمومنین میسوخت، قاعدش اینه بچه خردسال ببینه مادرش از دنیا رفته بیتابی میکنه، اصلا نمیشه جلوشو گرفت. اما اینا مراعات آل امیرالمومنین رو میکردن، عقب وایستاده بودن، شاید آستین به دهان گرفته. امیرالمومنین هم مشغول بود، گاهی سر به دیوار میذاشت، گاهی مشغول بود. یه لحظه به خودش اومد، برگشت پشت سر و دید بچه ها دارن قبض روح میشن ولی صداشون در نمیاد. این حال خیلی حال عجیبیه برای امیرالمومنین، ولی برای ما بشارت. این نقل فرمود یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم، بعد نگاه کردید فزن وایستاده، یا فزه هل امو تزودو من امکم، بیاید با مادرتون ودا کنید. فهذا الوداع